آیا در اسنادی که اردشیر زاهدی در اختیار دانشگاه استنفورد قرار داده چه حقایقی از تاریخ ایران برملا خواهد شد کسی که رابطه بسیار نزدیکی با محمد رضا شاه پهلوی تا آخرین روزهای حیاتش داشت و تا جایی پیش رفت که توانست با دختر او ازدواج کند حقایقی که بعد از مرگ او برملا خواهد شد در این ویدیو به شکل بسیار مختصری بخشای از زندگی اردشیر زاهدی رو مرور میکنیم ممنون میشیم که تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید و ممنونیم که برای بالا بردن اطلاعات تاریخیتون کانال تاریخ نام رو انتخاب کردیم اردشیر زاهدی داماد ارشد شاه هم از طرف مادر و هم از طرف پدر شاهزاده و اشرافزاده ای بود که تا سال سی هنوز وارد عرصه سیاست نشده بود. نخستین حضور جدی اردشیر زاهدی در میدان سیاست به اسفند سی تا مرداد سی برمیگردد. در این دوره اردشیر زاهدی در کنار پدرش ارتش بود زاهدی به فعالیت ضد دولت دکتر مصدق پرداخت. با پیروزی کودتای تای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق، ارتش بود زاهدی تا فروردین 34 نخست وزیر ایران بود. اردشیر در این دوره در کنار پدرش حضوری فعال داشت و بیشتر روابط ارتش بود زاهدی را مدیریت میکرد. از فروردین 34 تا شهری و 41 آغاز دوره حضور مستقل اردشیر زاهدی در عالم سیاست بود. در همین دوران بود که به محمد رضا شاه پهلوی بسیار نزدیک شد و با دخترش شهناز ازدواج کرد. از سال 41 تا 50 شیر زاهدی سفیر ایران در بریتانیا و آمریکا و دوره ای هم وزیر خارجه بود. در این دوره زاهدی در محافل دیپلماتیک دنیا به عنوان یکی از های ارشد ایران شناخته میشد. ازدواجش با دختر شاه البته دیری نپایید و در همین دوران از شهرناز جدا شد. در شهریور 50 برای بار دوم به سفارت ایران در آمریکا برگزیده شد و تا انقلاب در همین سمت بود. در شش ماه پایانی رژیم پهلوی مکررن به شاه هشدار میداد و او را ترغیب به گرفتن تصمیم های قاطع به ویژه در قبال آمریکایی ها می کرد که البته در این امر توفیق چندانی نداشت. با وقوع انقلاب زاهدی در کنار شاه ماند و فعالیت های سیاسی علیه دولت جدید را آغاز کرد. رفته رفته به ویژه پس از مرگ شاه از شدت فعالیت های زاهدی خواسته شد و دیگر خبر زیادی از او نبود از سال 84 تا پایان عمرش اردشیر زاهدی دوباره فعال شده بود اما این بار نه بر علیه جمهوری اسلامی بلکه بر علیه اپوزیسیون مخالف نظام آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی این آخرین پرده زندگی این سیاستمدار ایرانی بود او در جمله‌ای در سالهای آخر عمرش باعث شد مورد حمله شدید سلطنت طلبان قرار بگیرد او گفت ایرانیان خارج از کشور که طرفدار تحریم ها هستند پستان مادرشان را گاز میگیرند این دیپلمات و سیاستمدار ایرانی علا رقم از نظرهای جنجالیش در دفاع از سیاست های جمهوری اسلامی تا آخر عمر ارتباط نزدیکی با خانواده پهلوی داشت. او در سالهای اخیر اسناد بسیاری از دوره پهلوی را به دانشگاه استنفورد داد و انتشار آنها را به مرگش مکول کرده بود. حال کرده شیر زاهدی دنیا را ترک کرده باید منتظر بود و دید که چه اسنادی در اختیار داشته است احتمالا با انتشار اسناد اردشیر زاهدی نور جدیدی بر گوشه های تاریک تاریخ انقلاب تابیده خواهد شد